سلام، وقت بخیر. جلسه پنجم ساده آموز با ساز بلز. در ابتدا به چند تا سوال اولیه عزیز جواب بدم. یک، سوال اول: آیا آموزش رنگ ها یا یادگیری رنگ ها برای آموزش بلز کافی هستش؟ جواب متاسفانه خیر هست. رنگ ها واسطه ای هستند برای یادگیری نوت ها و آموزش نوت ها. پس ما از طریق رنگ ها نوت ها رو یاد می گیریم و این تو ذهن ما میمونه. سوال دوم: آیا روش هایی که مربیای دیگه دارن اجرا میکنن و آموزش میدن درست هست؟ بنده هیچ روشی رو تکذیب یا تایید نمیکنم، ولی مهم نتیجه است. آیا بچه های شما از روش های دیگه نتیجه گرفتن یا نه؟ قطعاً و بدون شک هدف تمامی مربی‌ها آموزش بچه‌ها هستش و اینکه چه روش‌های خلاق یا روش‌های سنتی رو امتحان می‌کنن یا تست می‌کنن واسه بچه‌ها مهم نیست. مهم نتیجه‌ای هستش که برای بچه‌های شما داره. آیا بچه‌های شما از اون روش یاد می‌گیرن یا خیر؟ در جلسه پنجم می‌خوام یک آموزش خیلی مهم و واسه بچه ها داشته باشم، آموزش ریتم شناسی یا ریتم. توی این جلسه ریتم 4/4 رو ما در نظر گرفتم برای بچه ها و ما بقیه ریتم ها در جلسات بعدی. حالا چجوری ریتم ها رو میتونیم به بچه ها آموزش بدیم؟ با شمارش یا با اجرا؟ در ابتدا میخوام با حرکت دست من توجه بکنید. 1 2 3 4، 1 2 3 4. همینطور که میبینید 3 تا 3 شماره دست من باز هستش و در ضرب چهارم دست من بسته، یعنی در واقع اوپن و کلوز. 1 2 3 4، 1 2 3 4. 3 ضربه اوپن دارم و 1 ضربه کلوز. حالا این روی ساز اجرا میکنم. حالا به صورت اوپن و کلوز روی 1 نوت. و همینطور تا پایان نوت 2. پس میتونن بچه ها با حرکت دست ریتمو یاد بگیرن. یک بار دیگه انجام میدن. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. پس ریتم 4/4 میشه با دست اول از همه به بچه ها آموزش داد و بعد روی ساز پیاده کرد. آهنگی که امروز برای بچه ها در نظر گرفتم آهنگ آدم برفی هست که شما هم درخواست داده بودید بابت آموزش این آهنگ. با هم اجرا میکنیم. شما نوت ها رو در این بالا میتونید ببینید و بچه ها یاد بگیرن و اجرا کنن. برای اینکه پست‌های بیشتری رو بتونم برای شما بذارم، لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید و همطور میتونید آهنگ بعدی رو بشنوین و لذت ببرید. خدا نگهدارتون.
سراغش، عوستون عوستون آدم برفت.